انگیزه چیزی بیش از دلیل برای انجام کارهاست. هنگامی که از کلمه انگیزه در مکالمه استفاده می کنیم، اغلب به معنی احساس اشتیاق یا میل به کار می رود و مانند سایر کلمات معانی متفاوتی دارد. برخی چیزها این احساس را تقویت و بعضی دیگران را سرکوب می کند. انجام چه کارهایی اغلب برای شما انرژی و انگیزه به همراه دارد؟ علم راهکارهای مفید برای اکثر مردم ارائه می دهد. اما جزئیاتی که با تأمل موشکافانه در زندگیتان درباره خود می یابید، ارزش چشمگیری در حل مسائل خواهد داشت. وقتی از چیزی آگاهی ندارید، قادر به تغییر آن نیستید. بنابراین صرف زمان برای مشاهده و جمع‌آوری مستندات برای رتق و فتق مسائل مد نظرتان اهمیت بسزایی دارد و در بیشتر مواقع بهترین فرصت را برای ایجاد انگیزه به وجود می آورد. در اینجا به مواردی اشاره شده است که سبب برانگیختگی انگیزه می شوند. بدن خود را حرکت دهید. انگیزه از نقطه خاصی در مغز صادر نمی شود. انگیزه بخش ثابتی از شخصیت شما نیست. همچنین ابزار ضروری برای اقدام به کاری به شما نمی رود. انگیزه اغلب نتیجه حرکت و اقدام به کاری است. اگر انگیزه‌ای برای ورزش نداشته باشید چه؟ شاید کلید گنجاندن ورزش به بخش ثابتی از زندگی روزمره یافتن حرکت‌های تمرینی است که حتی با وجود انگیزه کم بتوانید آنها را انجام دهید. تحقیقات نشان می‌دهند که ورزش کردن حتی در مقیاس کم بهتر از اصلاً ورزش نکردن است و هر تحرکی افزون بر آن به تقویت قوه اراده شما کمک می‌کند. از تمریناتی شروع کنید که راحت باشند و شما را شاد کنند. چیزی که به شما این احساس را بدهد که زمانتان را صرف فعالیتی ارزشمند کرده اید، نه کاری خسته کننده مثل کارهای دیگری که باید انجامشان دهید. علاوه بر این، از دوستان، موسیقی خوب و هر چیزی که به شما انگیزه فردایی نو می‌دهد کمک بگیرید. هر چیزی که هر روز مشتاقانه و بی‌دلواپسی در انتظار انجامش باشید. یکی از منافع افزودن ورزش به برنامه روزانه، حتی محدود، بروز احساس انگیزه است. وقتی حس و حال ورزش کردن ندارید، باید برخلاف میلتان عمل کنید و ببینید که همین اقدام ساده چه تأثیر بی‌نظیری در حس و حالش رو ندارم های بقیه روزتان خواهد داشت. انجام این کار قدم مؤثری در مسیر موفقیت شماست. در مسیر اهدافتان بمانید. طی جلسات درمان اغلب برای مراجعینم هدف تعیین میکنم و به آنها کمک میکنم تا راه های دستیابی به آن را پیدا کنند. اما مسئله اصلی زمانی است که فرد از مسیر خارج میشود. این نقطه ایست که در آن کسانی که از حمایت بهره‌مند نیستند ممکن است در معرض خطر تسلیم شدن قرار بگیرند. اما باید از این وقفه برای تقویت آینده بهره برد. اگر علل ناکامی را بهتر درک کنیم و بپذیریم که بازگشت به مسیر فقط بخشی از فرآیند است، می توانیم احتمال وقوع مجدد آن را پیش بینی و چالش های مربوط به آن را کنترل کنیم. برخی مراجعینم مدعی‌اند که پس از هر جلسه انگیزه بسیار زیادی دارند و من فکر می کنم یکی از دلایل آن تخصیص زمان معینی برای ارتباط مجدد با اهدافشان است. اگر تازگی آنچه رویش کار می‌کنیم در ذهنمان از بین برود، به سرعت تداوم در حرکت و پویایی خود را از دست می‌دهیم. چه روی بهبود خلق و خویتان کار کنید، چه روی هر جنبه دیگری از سلامتیتان، ارتباط مداوم با اهدافتان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آنها نیازمند پرورش مداومند. طبق برنامه روزانه به اهدافتان رجوع کنید. می‌توانید این کار را از طریق نوشتن برنامه‌های روزانه‌تان انجام دهید. لازم نیست وقت خیلی زیادی صرف این کار کنید. دقایقی در ابتدای روز فهرستی از یک یا دو کاری را که در آن روز برای رسیدن به هدفتان انجام خواهید داد تهیه کنید. سپس در پایان روز چند خطی در مورد بازخورد تجربیاتتان بنویسید. این کار در نهایت چند دقیقه زمان می‌برد و ادامه دادن آن آسان است و بیشک سبب ایجاد تعهد در شما در قبال خودتان می‌شود و شما را روی هدفتان متمرکز نگه می‌دارد. اهداف کوچک انتخاب کنید. کارهای بزرگ سبب بروز احساس حس و حالش را ندارم می شوند.
پس از کارهای کوچک شروع و روی آنها تمرکز کنید. مردم به مدد جلسات درمانی زندگی خود را تغییر می دهند. اما این اتفاق یک شبه رخ نمی دهد. این طور نیست که پس از جلسه اول آنها بدون مشکل و با طرز فکری کاملا جدید در جلسه دوم حضور یابند. هر بار به مراجعان فقط یک وظیفه برای تمرین و تمرکز محول می شود. ما هر دفعه فقط روی یک مورد می توانیم تمرکز کنیم و توانایی من برای انجام کارهایی که حس و حالشان را نداریم محدود است. البته بسیاری از ما به این موضوع پایبند نیستیم. زندگی را نیازمند بازنگری می بینیم و سعی در ایجاد تحولی بزرگ و یک باره داریم. ما بیش از حد از خود توقع داریم. در نتیجه از پا در می آییم و تسلیم می شویم و ناامیدی ما را در بر می گیرد. پس از این اتفاق بعید است دوباره در این باره تلاش کنیم. وقتی انگیزه برای رسیدن به هدفی بلند مدت کاهش می‌یابد، استفاده از پاداش‌های کوچک پس از هر قدم نزدیک شدن به هدف مثمر ثمر خواهد بود. البته نیاز به پاداش‌های بیرونی پی در پی نیست. پاداش‌های درونی تأثیرات بیشتری خواهند داشت. همین که مهربانانه سر شانه خود بزنید و به خاطر تلاش‌هایتان به خود تبریک بگویید و از کارهای ارزشمندتان در راستای مسیر درست زندگیتان قدردانی کنید کافی است. انجام این کار سبب می شود با علم به این که در مسیر درست تغییر هستید به تلاش خود متکی باشید. پیشرفت و پیروزی های کوچک در طول مسیر به درک اثر بخشی تلاش های من در تحول زندگی کمک شایانی می کند. احساس کنترل شدن روی اتفاقات و عواقب آنها به ما برای تلاش کردن انرژی می دهد و مشوق ما برای خلق و پرورش عادات جدید و حصول اطمینان از نهادینه شدن تک تک آنها در وجود من است. وقتی عادت کنید که رفتارهای سالم را در اولویت قرار دهید و به این اصل پایبند بمانید، آنها به شما قدرت می بخشند و پشتوانه سلامت جسم و روانتان خواهند بود. مقاومت در برابر وسوسه. گاهی اوقات برای ایجاد انگیزه عمل تلاش می‌کنیم، اما تغییر برای مقاومت در برابر وسوسه و تمایل به انجام کارهایی که ما را در جهت مخالف اهدافمان می‌برند به اراده راسخ هم نیاز دارد. حدوداً 3-4 ساله بودم، برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ به خانه آنها رفته بودیم. پدر بزرگم در باغ با ماشین چمنزنی مشغول کار بود. پیش او رفتم. ظاهراً دستگاه مشکلی داشت چون پدر بزرگ آن را وارونه کرده بود و تکه های ریز علف را از لابلای تیغه های آن بیرون می کشید. او رو به من کرد و گفت هر کار می کنی بکن، فقط به اون دکمه قرمز دست نزن. روی چمن ها کنار دستگاه چمنزنی نزدیک دکمه قرمز نشستم و با آن زل زدم. این دکمه را نزن. این دکمه را نزن. در این فکر بودم چقدر فشار دادن این دکمه کیف می دهد. این دکمه را نزن. چه دکمه خوشگلی. مثل آهن ربایی که سوی آهن کشیده می شود، دستم را سوی دکمه قرمز بردم و آن را فشار دادم. ناگهان تیغه ها به حرکت در آمدند و دستگاه فوراً با صدای مهیبی به کار افتاد. از شانس و اقبال بلندم انگشتان پدر بزرگ آسیبی ندید، اما فوشای جدیدی یاد گرفتم. تمرکز روی کاری که نباید انجام می دادم راهبرد مفیدی از کار در نیامد. بنابراین با توجه به این که ایجاد تغییر مثبت مقاومت در برابر وسوسه می طلبد، چه کار باید کرد؟ یکی از بزرگترین عوامل مدیریت استرس است. پایین بودن سطح استرس و تغییر پذیری زیاد ضربان قلب سبب ایجاد شرایط مطلوب برای فرایندهای حیاتی مرتبط با خودکنترلی می شود. تغییر پذیری ضربان قلب میزان تغییرات در فاصله زمانی بین هر ضربان قلب است و مقدار تغییرات ضربان قلب شما در طول روز را نشان می دهد. حتما دقت کرده اید صبح از رخت خواب بیرون می آیید یا وقتی دنبال اتوبوس می دوی ضربان قلبتان تندتر می شود و سپس به تدریج به حالت اول برمی گردد. این مسئله نشان می دهد که بدن شما در مواقع لزوم آماده عمل است و سپس برای استراحت و بازیابی قوا آرام می گیرد. اما تحت فشار روانی زیاد ضربان قلب در طول روز مدام بالاست و تغییر پذیری ضربان قلب کاهش می یابد. ما برای مقاومت در برابر وسوسه و بیشینه کردن قدرت اراده به این توانایی آرامسازی بدن و ذهن نیاز داریم. هر چیزی که سطح استرس ما را افزایش دهد تأثیری منفی در توانایی انتخاب عاقلانه ما برای آینده خواهد داشت.
استرس احتمال تصمیم و عمل مبتنی بر احساس موجود و در نتیجه تخریب اهدافمان را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر کم خواب، افسرده یا مضطرب هستید یا خوب غذا نمی‌خورید، تغییرات ضربان قلب شما و به موازات آن احتمال پایبندی به اهدافتان کاهش می‌یابد. چه بخواهید سیگار یا غذاهای ناسالم را کنار بگذارید، چه بخواهید احساسات خود را به روش‌های مفیدتری مدیریت کنید، برای کاهش استرس و افزایش ظرفیت اراده‌تان در این مسیر، ورزش بهترین انتخاب است، چون هم اثر بخشی فوری و هم تأثیر پایدار دارد. بنابراین در صدد ایجاد هر تغییری هستید، افزایش سطح فعالیت بدنی ولو اندک راهی عالی برای تقویت نیروی اراده شما برای ادامه مسیر است. یکی دیگر از مؤلفه‌های مؤثر در مدیریت استرس و توانایی تصمیم‌گیری عاقلانه خواب است. فقط یک شب بدخوابی کافی است تا درگیر افزایش استرس، مشکل تمرکز و بدخلقی روز بعد شوید. خودکنترلی نیاز به انرژی دارد و اگر به اندازه کافی نخوابید، مغز شما انرژی کافی ندارد و در برابر واکنش‌های استرس آسیب پذیرتر می شود و توانایی کنترل اعمالتان را از شما سلب می کند. رابطه خود را با شکست تغییر دهید. احتمال شکست انگیزه را نابود می کند. البته این مسئله به رابطه ما با شکست بستگی دارد. اگر لغزش و خروج از مسیر سبب خود آزاری شدید و خود سرزنشگری بیامان در ما شود، احتمالاً احساس شرمندگی و شکست به ما دست خواهد داد. اگر شکست برای ما به منزله بی‌لیاقتی باشد، شروع هر کار جدیدی پس از آن بسیار توان فرسا خواهد بود و اهمال کاری باز مجال جولان خواهد یافت. ما با تخریب فرایند پیش از شروع از خود در برابر تهدید روانی شرم محافظت میکنیم. برخلاف تصورتان، شرم برای ایجاد انگیزه مفید نیست. هنگامی که گرفتار خود سرزنشگری و شرم میشویم، احساس بیلیاقتی، نقص و حقارت ما را فرا میگیرد. چنین احساساتی باعث میشوند پنهان شویم، کوچکتر شویم، ناپدید شویم. به جای اینکه برخیزیم و گرد و غبار تن بتکانیم و دوباره تلاش کنیم، شرم ما را به فرار و شانه خالی کردن وامی دارد. در واقع آنقدر دردناک است که تمایل شدیدی برای ممانعت از این حس در فرد برانگیخته می شود. این احساس برای افراد دچار اعتیاد خطرناک است. بنابراین اگر مصرانه قصد انجام کاری را داریم و انگیزه تلاش برای آن را در خود حس می کنیم، باید به دقت درباره نحوه واکنش به شکست در طول مسیر نیز بیندیشیم. هر مقاومتی طی درمان فرصتی برای واکاوی خود شفقت ورزی فرد است. اغلب جملاتی از این قبیل از مراجعینم می شنوم. من انگیزم را از دست می دهم و دچار رخوت می شوم. هرگز به اهدافم نخواهم رسید. به این راحتی نمی تونم از این شرایط خلاص شوم. بیشتر مردم پس از فهمیدن این حقیقت که خود سرزنشگری عامل افزایش افسردگی است نه ایجاد انگیزه، حیرت زده می شوند. در عوض شفقت به خود، مهربانی با خود، احترام، صداقت و قوت قلب دادن به خود پس از شکست افزایش انگیزه و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.